سلام یاران، خوش آمدید. یک غزل از حافظ داریم، آماده حتما شدید و نشستید. اگر نشدید، یاد میگیریم با هم که چجوری در یک آن اینقدر این کار رو تمرین میکنیم که در یک آن میشینیم، چشممون رو میبندیم و شروع به نفس کشیدن میکنیم، یک باره خودمون رو در موقعیت وصل لحظه ها درک میکنیم. یه دفعه این کار که دم در چمدونا بارا شلوغی ها رو گذاشتیم، اومدیم نشستیم رو صندلی هواپیما و منتظر پرواز میتونیم. برای همین با این کار میکنیم، با چشم سوم کار میکنیم. این مراحل رو، مراحل این کار رو دارم با دقت به یاری آفریدگار، به یاری نیروهای بالا دارم اینا رو طبقه بندی میکنم، قسمت بندی میکنم که براتون بعدها ارگانایز بذارم این راه رو. ولی توی هر نوار یه نکته گذاشتم، اون نکته ها رو بگیرید. از همه نکته ها مهمتر نفس رو بگیرید. نفس رو حروم نکنید، برای اینکه فقط به آگاهی با نفس ذهن آرام میشه، جان لطیف میشه و ما میتونیم راحت تر بریم. این شعر رو که الان براتون میخونم فکر میکنم همه تون خیلی شنیدید، ولی هر بار که میشنوی یه جوره. پس به نفس ها ادامه میدیم، جانمون رو لطیف میکنیم، از بالای سر امواج عشق و آرامش و شعف بی بهانه، شعف بی بهانه. شعف اگه بهانه داره که شعف نیست. شعف بی بهانه رو، امواجش رو رها میکنیم و میشینیم گوش میدیم که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده، حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتیبان، ز طوفان غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور.
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. پنداری یه مهربانی دست نوازشی به سر ما داره میکشه با این غزل. این مهربان هر کسی که شما در نظر دارید میتونه باشه، میتونه عشق باشه، میتونه آفریدگار باشه، میتونه بودا باشه، مسیح درون باشه، میتونه مریم باشه، میتونه اولیا و انبیا، اونی که دوست دارید اونه. شما رو در آغوش گرفته و بالای سرتون رو میبوسه، همین که دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. Everything is changing. همه چی تغییر میکنه. هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست. این نیست بگذرد. ولی خبرهای بزرگتری داره، پیغامهای عظیمتری داره. قبل از اینکه به اون پیغامها من اشاره کنم، شما راجع بهش فکر کنید. ولی من یه داستان براتون میگم قبل از اینکه یه ذره راجع به این حرف بزنم. داستانم مجبورم خیلی کوتاهش کنم که من 7 سالم بود، مادر در پیش مادر بزرگ بزرگ می شدم. عاشقانه خانم عاشق بود و فردوس عشقش. 7 ساله بعد از 2-3 ماهی که می رفتم مدرسه، اومدم خونه و دفتر کتابم رو باز کردم و خوندم بابا، همه اینا رو داشتم، کلمات رو به هم می چسبوندم. یه دفعه چشای خانم یه برقی زد، گفت زای، به زبان گیلکی گفت زای تنی بخانی؟ گفتم بله. گفت برو اون حافظ رو از سر تاخچه بیار. گفتم خانم برای چی؟ گفت بیار تو بازش کن، فقط کلمه اولشو بگو. چشمش نمیدید، کتابم ندارد، یعنی عینکم نداشت. چشمش میدید ولی کتابو نمیدید. گفتم خانم. گفت زای تو ان اولو بگو من ترگم. گفتم خیلی خوب. باز کردم به سختی، کلماتو به هم چسبوندم. اون فهمید که من دارم میگم یوسف و تمام این غزل رو از حفظ خوند. حافظ رو حفظ بود. من با مولانا و حافظ و عطار و سعدی و سنایی و بقیه بزرگ شد. به هر حال این داستان ادامه داره، ولی نمیتونم اونو بگم، اگه اونو بگم از این میمونم. بعد یوسف گمگشته باز آید به کنعان، داره پیغام میده که everything is changing، همه چیز در تغییره، همه چیز میگه هان مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب. باشدن در پرده بازی های پنهان. غم مخور. ما با چشم جان، با چشم سوم، با آگنا چاکرا یا هر چی که فکر میکنید کار میکنیم تا بتونیم به عالم لطیف پی ببریم و بتونیم ببینیم. حیفه اگه نبینیم. خب حالا از سر غیب هم
اون جان لطیف وقتی که با اون چشم میبینیم اعتمادمون زیاد میشه و بعد از اون طرف هم ما رو میبینن، ما از این طرف اونا رو میبینیم، اونا از اون طرف ما رو میبینن و بعد سر درش باز میشه و ما رو به درون پرده انشاءالله رام میدن. ما فقط اینجا نیستیم برای اینکه یه وقتی رو بگذرانیم، اون کاری که قبلا میکردیم، فال حافظ میگرفتیم. این فال حافظ نیست، این درس عروجه، درس بالا رفتنه، درس پروازه، در بیابان گر به شوقی کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. چرا میگه آخرین خط قبل از آخری، حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله میداند خدای ها گردان غم مخور. پس بهتر نیست که بگیم خدایا حال منو بگردان به طریقی که هر روز من نوروز باشه. حتما نباید روز اول فروردین باشه. هر روزی که حال من گردش کرد به سوی روشنایی، به سوی دیدن بی‌قضاوت، به سوی دیدن عالم غیب، اون روز نوروزه، روز نوه. لطفاً اینو چندین و چند بار بخونید. زیر ویدیوها بنویسید. بنویسید که راجع به این کلمه با من حرف زد. این کلمه اینجوری منو متحول کرد. بنویسید که من دگرگون شدم. خیلی ها می نویسن، الان من دیدم سهم من گذاشتن ایناست و این در رو باز کردنه. سهم شما از این سبدی که من گذاشتم که توش یه چیزی ریختم، شما بهش هی اضافه می کنید از میوه های بهشتی روح خودتون. این یک کار مشترکه، کار تنها من نیست، عزیزان از ایران دارن کمک میکنن. من توی کالیفرنیا هستم، عزیزان توی ایران خواب و خوراکشون رو میبرن تا بتونن این دایره رو باز کنن. عزیزان اینجا هستن که فقط من مینویسم، همه اونایی که دارن با هم کار میکنین بدون دریغ شما هم همین کار رو بکنید. تو این سبدی که من گذاشتم شما هم میوه های خودتون رو بچینید. نخواهید خیلی متفاوت و قلمبه و قشنگ بنویسید، ساده بنویسید، عاشقانه و ساده. جواب همیشه بهتره. اگه خواستید خیلی الابوریت و زیبا هم بنویسید، بنویسید، ولی اگر ساده هم بنویسید، اونی که باید بشنوه از هر دوتامون میشنوه و بعد راه باز میشه برای اونایی که بعد از ما دارن میان. یه راه امیزینگه. همراه شید و چراغانی رو ببینید. من تو ایران که بودم چراغانی نیمه شعبان همیشه خیلی زیبا بود. اینجا روز 4th of July دائما من آرزو میکردم که 4th of July درون رو ببینم. الان آرزو میکنم که 4th of July درون رو ببینیم، با هم ببینیم. خدا نگهدار.